سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما به یکی دیگه از برنامه های خاطرات قتل خوش اومدید در این برنامه به پرونده قتلی در ایران میپردازیم پرونده قتلی که در سال 1380 و در سنندج اتفاق افتاد خاطر نشان میکنم تمامی مطالب این برنامه حقایق و شواهدیه که توسط بازپرسان و کاراگاهان این پرونده نقل شده و به احترام بازماندگان این قتل هیچ دخل و تصرفی در مطلب صورت نگرفته پس در ادامه برای بررسی این پرونده با ما همراه باشید قبل از هر چیز اگر تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه های جدید ما جان نمونید سال 1380 با درجه سوتوانی یکمی سر تیم دایره قتل پلیس آگاهی یکی از شهرهای استان کردستان بودم. اون روزها یک تیم کاملا حرفه‌ای از کاراگاهان رو در دایره قتل پلیس آگاهی جمع کرده بودم و تقریبا هر پرونده ای که برای بررسی به دستمون میرسید با توجه به محدودیت های اون موقع به سرانجام میرسوندیم. در اون سالها پرونده های جنایی عجیبی رو بررسی کردیم اما یکی از عجیب ترین پرونده ها مربوط به قتل پسر 17 ساله به نام حمید بود که با یک جاسویی چی کشته شده بود و هیچ ردی از قاتل نداشتیم. یکی از روزهای تابستون بود که تلفن روی میزم زنگ خورد. گوشی رو که برداشتم صدای مرد جوونی رو شنیدم که گفت ببخشید قربان من مأمور کلانتری هستم و میخواستم شما را از یک فقره قتل باخبر کنم. مامور کلانتری توضیح مختصری درباره پرونده داد. از حرفای مامور متوجه شدم پسر نوجوانی به نام حمید در جریان درگیری با چند نفر مجروح شده و برای شکایت از زاربان به کلانتری مراجعه کرده. اما وقتی در حال تشکیل پرونده بوده ناگهان بیهوش شده و متاسفانه تا قبل از اینکه او را به بیمارستان منتقل کنند جونش رو از دست داده. اطلاعات اولیه ی پرونده رو که گرفتم به کاراگاه شکیبا یکی از افسران دایره قتل که اتفاقا این روزها هم در دایره جنایی پلیس آگاهی استان البرز در کنارم مشغول به کاره دستور دادم تا هر چه سریعتر این پرونده رو پیگیری کنه. در اولین قدم از تحقیقات به پزشکی قانونی مراجعه کردیم تا از علت مرگ سر در بیاریم. نظریه ی کارشناسان پزشکی قانونی تعجب برانگیز بود. طبق نظریه کارشناسان پزشکی قانونی مقتول بر اثر اصابت یک شیء تیز بسیار کوتاه و باریک به قلبش و بر اثر ایجاد سوراخی به اندازه دو میلیمتر در قلبش جونش رو از دست داده بود. از طرفی طبق اطلاعات اولیه‌ای که مأمور کلانتری در اختیارمون گذاشته بود میدونستیم مقتول در جریان یک درگیری و نزاع دست جمعی مجروح و سپس جونش رو از دست داده. در بررسی های دیگه این پرونده متوجه شدیم مقتول تنها فرزند خانوادش بوده و با مادر میان سالش زندگی می کرده. با این حال هنوز اطلاعاتی از جریان درگیری و افرادی که در اون ماجرا دخیل بودن نداشتیم. فقط یک اسم در پرونده شکایتی که مقتول قبل از مرگش در کلانتری باز کرده بود وجود داشت. علی. اما این فرد چه کسی بود و علت درگیریش با مقتول بر سر چی بود؟ سالهایی بود که تا اون لحظه هیچ پاسخی براشون نداشتیم. به هر حال تحقیقات رو آغاز کردیم. اون هم در حالی که از علی تنها مزنون این پرونده هیچ اطلاعاتی نداشتیم. مادر مقتول به خاطر مرگ تنها فرزندش حال خوبی نداشت و تا چند روز نتونستیم به سراغش بریم و ازش اطلاعاتی بگیریم. در این بین فقط دوستای مقتول و افرادی که شاهد درگیری چند پسر نوجوان بودن میتونستن به ما کمک کنن. همزمان با اینکه یک تیم از کاراگاهان در حال شناسایی دوستان مقتول بودن، من و سروان شکیبا به محل درگیری و نزاع دست جمعی رفتیم. نزایی که بررسی ها نشون میداد بین چند پسر نوجوان رخ داده بود. حادثه ظهر رخ داده بود و به همین خاطر در آن زمان جمعیت زیادی در خیابون حضور نداشتند. فقط چند نفر از کسبه محل شاهد درگیری بودند که اطلاعات اونها هیچ کمکی به ما نکرد و فقط متوجه شدیم که در این درگیری سه نفر حضور داشتند مقتول و دو پسر نوجوان دیگه پرونده پیچیده بود و هیچ سرنخی هم نداشتیم امیدمون به این بود که بتونیم از دوستان مقتول اطلاعاتی به دست بیاریم تقریبا دو روز از ماجرا گذشته بود که کارگاهان موفق شدن دوستان حمید رو شناسایی کنن. اما وقتی به سراغ اونها رفتیم هیچ اطلاعاتی نداشتن و به این ترتیب بود که همه درها به رومون بسته شد. دیگه واقعا آجز شده بودیم. از اونجا که مقتول جزو خانواده شهدا بود و در بین مردم شهر جایگاه ویژه‌ای داشتن و مورد احترام همه بودن، پرونده از حساسیت زیادی برخوردار شده بود. تا سه روز هر اطلاعاتی رو که به دست می آوردیم بلا فاصله بررسی می کردیم. شاید به نتیجه برسیم. اما مدام با در بسته مواجه می شدیم. تا اینکه ظهر روز چهارم یکی از دوستای مقتول اطلاعاتی در اختیارمون گذاشت که سر نخ خوبی به دستمون داد. پسر نوجوان در اظهاراتش گفت حمید با پسری به نام سلیم دعوا کرده. پسر نوجوانی که در محلمون ساکنه. چون از سلیم میترسیدم ترسیدم جرعت نداشتم به پلیس حرفی بزنم. اما بعد از گذشت سه روز وجدانم قبول نکرد حرفی نزنم به همین خاطر تصمیم گرفتم پلیس رو در جریان ماجرا قرار بدم. با این اطلاعات دستور دادم سلیم رو دستگیر رو برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل کنن. بعد از ظهر بود که سلیم رو به اداره آگاهی آوردن. پسری 16 یا 17 ساله با قد کوتاه و موهایی روشن حسابی ترسیده بود و صداش در نمی اول اون رو آروم کردم و بهش گفتم اگر با پلیس همکاری کنی قول میدم اتفاقی برات نیفته سلیم که کمی آروم تر شد گفت روز حادثه با مادرم جر و بحث کرده بودم و با عصبانیت از خونه خارج شدم نزدیک چهار سرچشمه بودم که با مقتول شونه به شونه شدم. از اونجا که عصبانی بودم دوست داشتم به یه نفر گیر بدم. و همین خاطر خیلی بد با همی حرف زدم. با هم دوست نبودیم اما اما اونو بارها تو محل دیده بودم و تقریبا میشناختمش. بهش گفتم مگه کوری جلوی پاتو نگاه کن. اون اولش قصد داشت آروم کنه. اما من شروع کردم به فهاشی. همین کارم باعث شد با هم درگیری فیزیکی پیدا کنیم. چند آبر پیاده که شاهد دعوای ما بودن جلو اومدن و قصد داشتن که هر دو نفرمون رو جدا کنن. موفقم شدند. اما درست در لحظه آخر که دیگه ماجرا ختم شده بود، ناگهان سر دوست صمیمیم علی پیدا شد. وقتی متوجه شد من با حمید دعوام شده، برای اینکه بالاخواه من در بیاد، به سراغش رفت و با اون دست به یقه شد. دوباره مردم برای جدا کردن اونها پا در میونی کردن و همون لحظه بود که علی از داخل یکی از جیباش دست کلیدش بیرون آورد و با اون ضربه به قفسه سینه حمید زد. بر سر این ضربه یه مقدار لباس حمید خونی شد اما نه زیاد. علی با دیدن این صحنه فرار کرد و حمیدم اتفاق خاصی براش نیفتاد و اونجا رو ترک کرد. منم به خونه برگشتم اما چند ساعت بعد متوجه شدم همون ضربه‌ای که علی با دست کلیدش به حمید زده واسه مرگش شده. از شنیدن این خبر شکه شدم و از ترس از خونه بیرون نیومدم. روز اول که کسی سراغم و نگرفت کمی خیالم راحت شد و تقریبا مطمئن شدم که پای من در این ماجرا گیر نیست. اما حالا فهمیدم که اشتباه فکر می کردم. با اظهارات سلیم گره کوری که به این پرونده افتاده بود باز شد اما هنوز تا به سرانجام رسیدن اون فاصله داشتیم مرحله بعدی دستگیری علی 17 ساله بود با اطلاعاتی که سلیم در اختیارمون گذاشته بود برای دستگیری اون به محل زندگیش رفتیم اما هیچ خبری از پسر نوجوان نبود خانواده اون هم ابراز بی اطلاعی می و مدعی بودن فرزندشون از سه روز پیش ناپدید شده و هیچ خبری ازش ندارن. سه ماه به صورت شبانه روزی روی این پرونده کار کردیم و حتی از رسیدگی و پیگیری کوچکترین سرنخایی که به دست می آوردیم هم چشپوشی نمی کردیم. با این حال هیچ ردی از متهم اصلی این پرونده به دست نیومد. با این حال امیدمون از دست ندادیم. تجربه سالها کار در دایره قتل به من ثابت کرده بود بیشتر افرادی که در سنین نوجوانی مرتکب قتل میشن مدت زمان زیادی نمیتونن از خانواده خودشون دور باشن و اگه خونه پدری اون رو زیر نظر داشته باشیم حتما موفق به دستگیری قاتل میشیم سه ماه تمام بدون اینکه خانواده قاتل بویی از ماجرا ببرن خونه و همه رفت را رو زیر نظر گرفتیم تا اینکه متوجه شدیم یکی از اقوام نزدیک اونها قصد برگزاری مراسم عروسی داره. تیم های تعقیب و مراقبت رو بیشتر از قبل کردم و 24 ساعته همه محله رو تحت نظر گرفتیم. در همین روزها بود که یک روز فرد مشکوکی در حالی که صورتش رو پوشونده بود شبونه وارد خونه پدر علی شد. وقتی در جریان این ماجرا قرار گرفتم بلا فاصله با هماهنگی مقام قضایی دستور ورود به خونه رو گرفتیم و عملیات دستگیری قاتل فراری آغاز شد. خیلی خوب به خاطر دارم. وقتی وارد خونه شدیم، اعضای خانواده علی سعی داشتن با داد و بیداد کردن و خشونت تمرکز ما رو به هم بریزن. اما نمی‌دونستن این کارشون باعث شد دیگه شکم به یقین تبدیل بشه و مطمئن بشم که علی تون خونه حضور داره و اون فرد مشکوک خود علیه. با کمک همکارام نقطه به نقطه خونه رو جستجو کردیم اما هیچ خبری از پسر نوجوان نبود تقریبا همه ی خونه رو جستجو کرده بودیم اما دست خالی بودیم تا اینکه ناگهان چشمم به یک انباری که در طبقه بالای ساختمون بود افتاد خیلی سریع خودم رو به اون قسمت رسوندم در انباری رو که باز کردم هیچ خبری نبود اما مطمئن بودم اون جاست. انگار صدای نفسای کسی رو میشنیدم. فردی که حسابی ترسیده. دوباره وارد انباری شدم و این بار بود که پشت دیوار کوتاه انباری علی رو دیدم که پنان شده. وقتی بالای سرش رفتم و چشمش به من افتاد رنگش پرید و با چشمانی از هدق بیرون زده به من خیره شد. به این ترتیب علی رو دستگیر کردیم و برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد. پسر کوچیک اندامی که از چهرش معلوم بود که در سه ماه گذشته حتی یه شبم خواب راحت نداشته و زندگی پر از استرسی رو تجربه کرده. خودمون رو بازجویی کردم. ترسیده بود و دستاش میلرزید وقتی از علی خواستم تا ماجرای روز حادثه رو بازگو کنه در حالی که از گوشه چشماش قطرات عشق روی صورتش می لغزید گفت اون روز از سر کار به طرف خونمون میرفتم که دیدم سلیم با پسری دعوا شده. رفاقت من و سلیم خیلی صمیمی بود. به همین خاطر برای اینکه بالاخواه اون در بیام وارد دعوا و درگیری شدم. اولش با مختول دست به یقه شدم اما اون زورش از من بیشتر بود و به راحتی میتونست منو کتک بزنه. از اینکه زورم بهش نمیرسید هرسم گرفت. دوست داشتم اونو بترسونم تا از من حساب ببره. در اون لحظه به یاد جاسویچی که تازه خریده بودم افتادم. یه صلیب کوچیک که چاقوی خیلی کوچیکی در اون قرار داشت. اون از جیبم بیرون آوردم و چاقوی کوچیکی که بین صلیب بود و بیرون کشیدم. یه ضربه به قفسه سینه زدم. فقط یه کمی خون اومد. اما با این حال وقتی خون دیدم ترسیدم و فرار کردم. همون موقع دست کلید و جاسویچی رو پرت کردم تا گم و گور بشه چند ساعت بعد سلیم به من خبر داد که اون پسر نوجوان مرده. وقتی این خبر رو شنیدم همون شب از سنندج به تهران اومدم و توی کارگاه ساختمونی بدون اینکه کسی منو بشناسه مشغول به کار شدم. سه ماه که از ماجرا گذشت با خیال اینکه دیگه کسی دنبال من نیست و آبا از آسیا افتاده به شهرمون برگشتم تا تو, تو مراسم عروسی فامیلمون شرکت کنم. اما دستگیر شدم. اعترافات علی رو ثبت کردیم اما برای تکمیل پرونده احتیاج بود تا آلت قطاله رو هم پیدا کنیم اما قاتل مدعی بود اون رو دور انداخته و در ادامه گفت از این جاسویچی یکی برای خودم و یکی برای خواهرم خریدم و الان فکر می کنم که خواهرم اونو داشته باشه جاسویچی که شبیه صلیب بود رو از خواهر قاتل گرفتیم وقتی چشمم به اون صلیب و تیغه چاقوی کوچیکی که در اون بود افتاد تعجب کردم. تعجبم به این خاطر بود که چطور امکان داشت این تیغه کوچیک جون یک انسان رو گرفته باشه. در هر صورت پرونده سرانجام بسته شد تا برای رسیدگی بیشتر در اختیار مراجع قضایی قرار بگیره. خبر دستگیری قاتل که در شهر پخش شد، مادر مقتول به اداره آگاهی اومد و در حالی که اشک میریخ تشکر کرد. ما من رو انجام داده بودیم. اون موقع بود که به خودم گفتم کاش میتونستیم زودتر جلوی این فاجعه رو بگیریم تا دو خانواده داغدار نشن. واقعا ای کاش. به نظر شما اگر اون روز علی این جاسویی چی رو همراه خودش نداشت هم باز ممکن بود این اتفاقشون بیفته؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.